گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد بازداشت زنان و دختران، به ویژه زنان و دختران متعلق به هزاره‌ها و تاجیک‌ها توسط طالبان، ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف فوری این روند و رهایی فوری افراد بازداشت شده گردیدند. در بیانیه مطبوعاتی این کارشناسان که روز جمعه 13 بهمن منتشر شده، از طالبان خواسته شده است که محروم کردن خودسرانه زنان و دختران از آزادی بر اساس قوانین پوشش وضع شده از سوی این گروه را متوقف کنند. در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است که زنان و دختران بازداشت شده در بازداشتگاه‌های طالبان تنها یک وعده غذایی در روز دریافت می‌کنند و برخی از آنان مورد خشونت فیزیکی، تهدید و ارعاب قرار می‌گیرند. بازداشت‌های گسترده زنان و دختران توسط طالبان با واکنش‌های زیادی مواجه شده است. شماری از فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی این اقدام طالبان را آدم ربایی و نقض صریح حیثیت و حریم خصوصی زنان و دختران خواندند. نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان هم در اعلامیه‌ای در 18 دی ماه گفتند که این بازداشت‌ها در تاریخ معاصر افغانستان سابقه نداشته است. این در حالی است که طالبان اخیراً بازداشت‌های گسترده زنان و دختران‌ها در شهرهای مختلف به ویژه کابل، دایکندی، بامیان، بلخ و قندوز شروع کرده و زنان و دختران را به دلیل چگونگی نوع پوشش آنها بازداشت کردند. برای صحبت بیشتر در این باره خانم سادات حسینی، فعال مدنی از روم با ما هستند. سلام، وقت شما بخیر. خانم حسینی، آیا بازداشت زنان هزاره و تاجیک از سوی طالبان به خاطر حجاب بوده یا با انگیزه هایی از جمله عقده گشایی و تحقیر نمودن اقوام غیر پشتون صورت می گیرد؟ عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه. متاسفانه اصلا موضوع مسئله حجاب نیست. چیزی که ما امروز در افغانستان متاسفانه شاهد هستیم بیشتر مسئله عقده گشایی یا به صورت یک نوع جنایت یا یک نوع تجاوز هست که متاسفانه نسبت به یک گروه خاص و نسبت به یک قشر خاص صورت میگیره. اصلا این مسئله اسلامی و مسئله حجاب نیست، چون ما شاهد گزارش ها و رفتار های از حاکمان فعلی هستیم که خیلی از افراد با اینکه حجاب داشتن و نوع پوشش کامل اسلامی رعایت کردن، متاسفانه به دلیل منتسب بودن به یک قوم خاص یا یک مذهب خاص متاسفانه دستگیر شدن. بله، آیا طالبان به درخواست کارشناسان سازمان ملل در مورد توقف بازداشت زنان اعتنا خواهد کرد یا چه اقداماتی برای توقف این کار لازم است؟ متاسفانه تا هنوز سازمان ملل متحد هر نوع اعلامیه یا هر نوع گزارش نسبت به تمام نقض‌های حقوق بشر و خشونت‌هایی که علیه زنان انجام داده ارائه کرده، به هیچ یک اونها اعتنا متاسفانه نکرده و از و سازمان ملل متحد هم آنطوری که توقع میره به عنوان وظیفه اصلی از او که صلح و امنیت جهانی است، خیلی در قبال افغانستان صادقانه عمل نکرده. مثلا ما کمیسیون امور زنان و حقوق بشر سازمان ملل متحد داریم، اما کمیسیون حقوق بشر حداقل گزارش های خیلی بیطرفانه و خوبی تهیه کرده، اما کمیسیون امور زنان آنطوری که توقع میره باید از زنان حمایت بکنن، متاسفانه حمایت نکردن. و چیز دیگه ای را که ما میبینیم، در گذشته میگفتن اصلا دستگیری ها وجود نداره و یک عده گروه های در فضای مردمی حرکت های انجام میدادن که نه اصلا این چیز مسئله وجود نداره، که ما شاهد هستیم که علمای در این چند روز اخیر صداهای بلند از تمام اقوام از اقوام مختلف افغانستان صدای خود رو بلند کرده، خصوصا آقای بیسودی صدای خود رو بلند کرده و اگه بی در گذشته ایر قبول نکردن که اینجین قضیه وجود داره. و چیزی رو که من توقع دارم از سازمان ملل متحد، لطفا سازمان ملل متحد
به مسئله اصلی خود خود باید متوجه باشه. مسئله این هست که کمیسیون وضعیت امور زنان باید این مسئله رو جدی بگیره و به تصویب شورای امنیت سازمان ملل این موضوعات برسانه و به دیوان بین المللی دادگستری و همچنین بعد از اون چیزی رو که توقع دارم این هست که دیوان کیفری بین المللی که در سالهای گذشته نسبت به جنایات در افغانستان وعده داده بود و به این مسئله قرار بود که رسیدگی بکنه، متاسفانه هر چند مدتی که خشونت ها زیاد میشه اونها صدای خود خود بلند میکنن. بله. اما بعد از مدتی متاسفانه ما شاهد عمل کرد و کار کرد اونها نیستیم که روز به روز متاسفانه کار نکردن اونها به موقع ما شاهد قربانی های زیاد هستیم و عوامل تاثیرگذاری که متاسفانه میتونه تاثیرگذار باشه باعث میشه که نفاق ها و فاصله های مذهبی قومی افزایش پیدا کنه و افغانستان از این وضعیت که هست متاسفانه به یک سمت دیگر بکشانه. و نکته دیگه که خیلی مهم هست آسیب ها و صدماتی را که زنان و خانواده های اونها متقبل میشن نسلا در نسل ممکنه اونها با خود خواهند بکنن و این واقعا دردی هست که قابل درمان و قابل جبران نیست. بله، با توجه به حساسیت موضوع بازداشت زنان و دختران به بهانه حجاب، این اقدام طالبان چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ خب این اقدام میتونه عمل به مثل باشه و این اختلافات قومی مذهبی رو افزایش بده. ممکنه در خیلی از مناطق دیگه ای که سایر اقوام زندگی میکنه ممکنه باعث بشه اون زندگی صلح آمیزی که بین اونها وجود داره این زندگی صلح آمیز اونها به تنش کشیده شه. من چیزی رو که واقعا گلایه دارم از مردان افغانستان هست، بارها این مسئله رو به عنوان غیرت افغانی یا دامن افغانی یا بالاخره زن به عنوان نقطه مثبت و یک نقطه قوتی بوده همیشه از اونها حمایت میکردن. من نمیدونم این غیرت افغانی مردان افغانی کجا رفتن و اونهایی که حاکمان فعلی که داد از اسلام و مسلمین میزنن کجای دین اسلام آمده گفته برای زنها خشونت بکنید. متاسفانه در بعض مواقع اگر مواردی بوده او هم دلایلش آمده مطرح کرده با این روشی که فعلا ما شاهد هستیم که با زنان و دختران قشر خاص داره برخورد میکنن. اگر واقعا جلو از این مسائل گرفته نشه مطمئن باشه این حادثه است که فردا همون رقم که در مدارس آمدن بسته کردن نگفتن تو شیعه سنی ازبک هزاره تاجیکی همه ما آسیب دیدیم. اگه امروز مردم هزاره رمی دستگیر میکنن مردم تاجیک نوبتش رسیده و فردا ازبک ها و همینطور به مرور زمان تمام زنان پشتون هم ممکنه از این آسیب در امان نمونن. لطفا تمام مردم افغانستان بسیج چه نسبت به این مسئله یک صدا باید اقدام بکنن. و نکته اساسی رو که من توقع دارم این هست که سازمان ملل متحد خصوصا کمیسیون امور زنان، کمیسیون حقوق بشر و دیوان کیفری بین المللی و دیوان کیف و دادگاه بین المللی دادگستری باید وارد اقدام بشه، چون واقعا دیگه این خود یک نسل کشی و یک نوع جنایت که متاسفانه داره انجام میشه و دنیا سکوت کرد و چیزی که توقع دارم باید با اونها برخورد بشه. پولهای هنگفتی که تحت عنوان حمایت از حقوق بشر به نام نهادهای امور زنان میاد، آیا زنان حقوق بشر نیستن؟ آیا اونها بشر نیستن؟ آیا اونها حق ندارن که واقعا حفاظت بشن؟ امیدوارم که صادق باشن و افغانستان بیشتر از این قهقرا نبرن و بیشتر مردم و زنان افغانستان ما آسیب پذیر از این نکنن. سپاسگزارم از توضیحات شما خانم حسینی، فعال مدنی از روم.